السلام علیکم و رحمت الله به کانال پیوند میدیا خوش آمدید. امیدوارم جور و صحتمند باشید. دوستان عزیز، صحت زندگی است و زندگی با بیماری خیلی اذیت کن است. یکی از بیماری های شایعی که تقریبا هر شخص با آن دست و پنجه نرم میکند تکلیف معده است. گاز معده یعنی نفخ معده. نفخ معده وجوهات مختلفی دارد، چون تیزابیت معده، سوزش معده، درد معده، میکروب اچ پایلوری و غیره میباشد که باعث می شود شکم نفخ پیدا کند و تقریبا هم از آن شکایت دارند. همچنان یکی از علل عمده و اساسی ابتلا به این بیماری خوردن غذاهای روغنی و چرب، غذاهای فاست فود و بازاری، نوشیدن دخانیات چون سیگارت و غیره، نوشیدن شراب، خوردن زیاد گوشت و غیره می باشد. همچنان علل مختلف دیگری نیز دارد. امروز در این ویدیو روش نجات از این تکلیف را برایتان می گوییم. کوشش کنید که با آن عمل کنید و این مشکل را به روش طبیعی حل کنید تا نیاز به رفتن نزد دکتر نداشته باشید. 1. اگر شما روزانه قبل از ناشتا در شکم خالی مقدار کمی از زنجبیل تازه را گرفته بجوید و بخورید. تقریبا 50% از تکالیف معده‌تان حل می شود. مقدار زنجبیل باید به اندازه یک نخود یا یک حبه لوبیا زیادتر نباشد، بلکه کمتر از آن باشد. با این روش زیادترین مشکلات معده‌تان حل می شود. 2. آب گرم بنوشید و از آب سرد جلوگیری کنید. کسانی که آب سرد می نوشند، اگر در جوانی دچار امراض معده نشوند، در پیری و کهنسالی حتما دچار این مرض می شود. باید داشته باشید آب سرد معده‌تان را تباه می کند. حتی اگر در مناطقی زندگی می کنید که آب و هوا خیلی گرم است، شما از آب سرد استفاده نکنید، اگر واقعا معده‌تان را دوست دارید. و اگر می خواهید تا آخر عمر دچار تکلیف معده نشوید، به این حرفای ما اعتماد ندارید. کافی چند وقت تجربه کنید و تغییرات را مشاهده کنید. 3. در غذاهای صبح و شامتان از نعنا و پودینه استفاده کنید. اگر تازه به دسترستان نیست، مقداری از نعنا را گرفته خشک کنید و در بطلهای شیشهی بیندازید. صبح و شام از آن استفاده کنید، نفخ معده‌تان را از بین می برد. اگر نفخ معده‌تان خیلی زیاد بود، در آن صورت نعنای خشک، کرفس خشک، یعنی در افغانستان ما به آن جوانی میگوییم، و نمک سیاه، باز تکرار میکنم، نعنای خشک، جوانی و نمک سیاه را با هم مساوی وزن گرفته مخلوط کنید و بخورید تا نفخ معده‌تان را برطرف کند. مقدار خوراک نیم قاشق چای خوری میباشد. 4. خوردن نان خشک را کمتر کنید. تا جایی که دیده می شود نان خشک باعث یبوست و قبضیت می شود و اگر از نان سبزدار استفاده کنید بهتر است. عزیزانم، با این تدابیر تقریبا 80% از مشکلات نفخ معده‌تان کاملا حل می شود. اگر باز هم چیزی باقی ماند، می توانید علاوه از این چیزی که بالا ذکر شد روزانه کمی تمرین کنید، ورزش کنید، قدم بزنید و از نشستن زیاد خودداری کنید. انشالله العزیز بار دیگر از نفخ معده شکایت نخواهید داشت. امیدوارم این ویدیوی ما برایتان مفید واقع شده باشد. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.